Week 1 Day 2 هفته اول و روز دوم رو با هم شروع میکنیم لغات بسیار آسون داریم یکی از لغت ها هم خانواده لغت قبلی هستش فقط یه نکته رو بهتون بگم دوستان در درس اول لغتی داشتیم به نام steeped in something غرق در چیزی بودن اون معنی اصطلاحی و لغویش بود که یکی از کاربرداش این بود که شما انگیجمنت بسیار سطح بالایی با یه چی برقرار کردی و رفتی در بهر اون چیز خب شما هیچ وقت یادتون نره از اون جایی که خود کلمه استیپ یک لغت یک صفت هستش به عنوان لغت اینجا صفت هم میشه گفت اگر شما بخوای معنی از لحاظ تاختاری صفت به این لغت نگاه کنی خب معنی تنده سراشیبی سراشیبی تند میتونه بگیره به خودش پس دقت کنید ستیپ به عنوان صفت ستیپت نه ها ستیپ میتونه معنی سراشیبی تندم با خودش بگیره و همون معنی که به شما گفتم غرقه در چیزی بودن خواستم اینجا فقط یادآوری کنم که صفتش ممکنه جایی ببینید و ستیپت نباشه همون بگین ستیپ بعد صفت و بگین معنیش چی میشه میشه اونجا سراشیبی و تند بودن اون سراشیبی و به قول گفتنی سیر نزولی بعضی موقع ها و اشباع کردن و اشباع معنی میده مستقیم لغت اول درس دوم هفته اول لغت ما میگه ابیاند ابیاند خب لغتمون بسیار جذاب بسیار کاربردی در زبان انگلیسی هستش مستقیم میریم سراغ ساختارش که یک فعله مثل کلمه میگه رپلیت with که می گفتیم که این دریاچه مملو از چیزیه replete with حرف اضافه اون with یعنی با حالا اینم همون معنی رو میده میگه یه چیزی مملو از چیزیه پر از چیزیه منتها اینجا میگه abound حرف اضافهش هم این میاد هم with میاد فرقش اینجاست ببینید هم این میاد هم with میاد خب میخوام بگم می دریاچه مملو است با ماهی از ماهی با ماهی از ماهی خب میگیم که lake in fish Abounds with fish. Abounds with fish. Yani as in cheesy ka man migam pore. Che tobeh is Migam the seventh edition, the seventh edition, vira isha is replete with thousands of good examples. Hope, miyem lo kata The seventh edition of 1100 essential vocabs in the English language abounds in, abounds with. great examples اون به شکل صفت داره استفاده میشه یعنی پشتش ام و میاد ام و ایز و رو میارید تو بی رو میارید پس میگیم که something is replete with something else around یک فعله پس پشتش ام و نمیاری پس اینجا دو داست کار داره یخواست سوالیش کنی خب فعلا جواب با مثبت میگیم که this book abounds in good examples this book abounds with good examples پس abound رو میاری و به شکل فعل میاری خب یک مثال دیگه بهتون میگم حالا ما دریاچه رو گفتیم کتاب رو گفتیم دوباره کتاب میگم ولی خب فرق میکنه میگیم که کتاب لغات تافل انتشارات بارونز میگه چرا اون میگم هم هاش پره پر از هم خانواده است تو انتشارات های دیگه هم خانواده ننوشتن پس میگم که چی میگم که دیس توفل بک دیس توفل توفل بوک ابیونز ود ان thousands of useful synonyms پر از هزاران هزار به گونه گفتنی هم خانواده است پس کلمه میگه abound رو میگید abound بسیار لغت راحتی میریم لغت بعدی دیگه از این راحتتر لغت نیست با اصول دوره های حزم انگلیسی با جیمز هم هست. هستید لغت آسون لغت آسون رو به هیچ وجه مانور روش نمیدیم زیاد تکنولوژی تکنولوژی نگینا تکنولوژی تکنالوجی اینی یعنی تکنولوژی خب آقا تکنولوژی نورالینک کاشت تراشه پشت مغز انسان که تبدیل به یه ربات میشی انسانی ولی توانایی بیشتر میشه خب میگم که that's a good technology guys that's a good technology that's amazing میگم مؤسس این تکنولوژی کیه میگم یه شخص مشهوره میگم داتس ان eminent guy ایمیننت چی میشد منیش بگید مشهور برجسته و Elon Musk از the founder of Neuralink company مؤسس نورالین که همون چیه همون ایلان ماسکه که شخص چیه امیننتی هستش برجسته ایه تکنولوژیش خیلی خوبه میگم جاتس تکنولوژی بسیار عالی تکنولوژی کلا میشه تکنولوژی دیگه واقعا اگه بخوایم روش خیلی ادبیاتی هم مثال بگیم برای شما دوستانی که هم خنددار میشه میگیم خب لغت آسونه بریم بعدی دیدین یه سری آدما میگن من میتونم فردا رو پیش بینی کنم یه سری هم مدعی میشن به قول گفتنی میگن که میدونن زلزله رو پیش بینی کنن که غیر ممکنه اینا مگه پردیکت نمیکنن مگه شما تو این همه سال نخوندیم پردیکت آقا برید ادوانس پروگنوستیکیت پروگ تیکیت اورونتر پروگ نوس تیکیت تونتر میگیم پروگنوستیکیت با من بگید پروگنوستیکیت یک بار دیگه پروگنوستیکیت من نمیتونم فردا رو پیش بینی کنم آقا I can't prognosticate tomorrow آیا جلسه ای فردا خوب میره جلو آقا من از کجا آقا بتونم پیش بینی کنم اوکی okay. میگم که for example I, I, I can't I, I, can't prognosticate tomorrow's meeting dude you gotta be kidding me I can't prognosticate tomorrow's result من نمیتونم نتیجه میتینگ فردا رو پیش بینی کنم هر جا خواستی بگی پیش بینی آینده نگری کردن پیش بینی کردن تشخیص دادن قبلی از قبل میگی prognosticate دیگه نگو فورسی تو فورس فور تیل فور نه این لغت کنار برو ادوانس میگی prognosticate لغت راحتی بود لغت بعدی البته البته اینم بگم انتخابات داریم پیش رو هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه کی برنده است سری پروگنوستیکت برو توییتر کامنت بنویس یه دونه توییت بزنم بگو پروگنوستیکت بذار بیام بهت ریپلای بزنم و انگیجمنت انگلیسی خودت رو بری بالا بریم بعدی یه لغتی میخوایم کار کنیم عجیب واقعا عجیب باورتون میشه اون قدیم ندیم ما به خونمونه میخواستن ادبیاتی بگن منزل منزلگاه سکنا گزیدن و اینجور مسئله میگفتن ابوده واقعا میگفتن ابود خب بریم جلو این یعنی چی بسیار لغت رسمی هست بعضی جاها بهش میگن لغت شوخی آمیز طرف خوشمزه بازی در میرنم میگه خب کلا میگه مکانی که یک شخصی اونجا زندگی میکنه محل زندگی دیگه روک بگم خب پس به این میگیم که ابود منزل همون منزل دیگه ابود خب طرف میخواد یکم هم همچین خیشتنداری کنه یا بعضی جاها به گروه گفتنی میخواد خوش خاکی نشون بده بگم که Welcome to my humble abode Welcome to my humble abode این مثلا خدا آکس به منزل درویشی من خوش آمدید میبینید 500 متر ها داره حالا به گروه گفتنی همچین خوشم هم خاکی بازی هم در میاره بگه Welcome to my humble abode Okay guys پس ابود میشه رسما منزل جایی که طرف زندگی میکنه به همین راحتی یه مثال آخرم بهتون میگم چون واقعا لغت چون اسم واقعا راحته مثلا فعل بود کلی باش مثال میگفتیم اقامت افکندن منزل مسکن و اینجاها رو یاد کردم یه عبود بیافتید خب یه مثال خوبم بخوایم با این در بیاریم برای شما دوستان عزیز میتونیم بگیم که میری استرالیا میری کانادا یکی رو تخیام میبینی یه شخصی که هوملسه خونی نداره میگم کجا ساکنی تو میگه والا منزل یا اقامتگاه ثابتی ندارم میگه که I have no fixed abode I have no fixed abode 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 I have no fixed place to live in تمام عالی لغت بعدی automaten یعنی چی automaten تلفظش هم مزهک automaten نه اتامتن اتا یه موقع نگه دونه آتو اولش آتو رو بعد بگیم آتومیتن نه اتا اتا ایتا میگید دا حالا بگید اتا و تند میگید میگین اتامتن اتامتن آقا هر جا خواستی بگی به گروه گفتن یه ماشین یه آدم مکانیکی اوکی خواستی بگی مکانیکی آدم ماشینی شما مستقیم برو سراغ لغت پرکار برده اتامتن یعنی چی؟ میگه a person who behaves like a machine without thinking or feeling anything شخصیه که مثل یه ماشین رفتار میکنه یارو نه احساس داره نه اصلا چیزی میفهمه به نام احساس رو لحاظ مف... معنی مفهوم یکی ربات خب حالا یه مثال بهتون میگم میریم یه فیلم نگاه میکنیم تایتانیک احساس داره داره میشه همه داریم گریه میکنیم یارو داره قهر قهر میخنده یا اصلا فقط داره مثل بوز نگاه میکنه اوکی میگم یه نگاه میکنم میگم You are like an automaton You are like an automaton Dude, This is titanic You are supposed to be crying now تو ارام باید گریه کنی You are like an automaton You are like an automaton آقا تو لامستف شبیه یه روبات میمونی اصلا احساس محساس معنی سر نمیشه کلن پس okay. به این میگی اطامتن اطامتن شخصی که احساس محساس نداره و نمیفهمه و مثل یه ربات ماشینی داره رفتار میکنه دیدی چقدر مثال راحتی گفتیم خب میگم از وقتی وارد این گروه شدی یا یه گروهی طرف رفیق با همه رفیق شده که آدمای بسیار بی احساس و بیمنطقی هستن میگم از وقتی وارد این گروه شدی شدی مثل یه ربات نه آدم میفهمی نه احساس میفهمی دوباره میگیم چی میگم you have become an automaton Listen to me. You have become an automaton. You have become an automaton. You don't understand the meaning of feelings. You don't even have feelings. You don't even feel something. تو شدی مثل یه ربات. بسیار عالی. نوبتی هم باشه نوبتی هم مرور جذاب لغات امروزمون هستش. بریم سراغ مرور. دوستان عزیز مرور میکنیم با هم دیگه اگر کتابی مملو از چیزی باشی چی میگید میگید replete with دیگه چی میگید میگین abound in اگر کشوری غرق در مملو از موزه و آثار باستانی باشی چی میگید replete with abound in abound with لغت بری تکنولوژی تکنولوژی تو میتونی اگه نتیجه بازی رو پیش بینی کنی میری توی سایت های شرط بندی به قول گفتنی سکه رو مگه میتونی این کار رو کنی؟ نمیتونی مگه میتون نتیجه انتخابات رو پروگناستیکیتش کنی؟ پیش بینی کنی؟ نمیتونی آقا خب لغت بعدی به منزل درویشی من خوش آمدید ابود 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 house، home. آقا توی اصلا احساس نمیفهمی شدی آدم ماشینی و روبات اتامتن 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 تا درس بعدی با من همراه باشید